بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داخل روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غک. سرور دانش، معاون رئیس جمهور افغانستان، در یکی از سخنرانی‌هایش روز گذشته گفت دکتر خلیلزاد چند ماه قبل تهدید کرد که اگر زندانیان طالبان آزاد نشوند خشونت افزایش می‌یابد. توجه کنید به متن کامل این گزارش که از سرویس فارسی بی بی سی نقل قول شده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با انتقاد از افزایش خشونت‌ها در این کشور درباره آزادی زندانیان گروه طالب گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان ماها پیش در نشستی که رهبران سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در آن حضور داشتند، با لعن نسبتاً تهدید آمیز گفت که اگر زندانیان طالبان را رها نکنید خشونت ها در افغانستان افزایش می‌یابد. به گفته آقای دانش، این اظهارات در جلسه هفت ماه پیش که در آن علاوه بر رهبران سیاسی افغانستان، سرپرست سفارت آمریکا در کابل، جان میلر، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان هم حضور داشتند، از سوی آقای خلیلزاد ابراز شد. آقای دانش گفت که سوال این است که آیا با آن همه وعده ها و تعهدات نماینده آمریکا و گروه طالبان خشونت کاهش یافته یا افزایش؟ تمام منابع داخلی و خارجی امروز شهادت می‌دهند که در این مدت 6 ماه اخیر بعد از رهایی زندانیان طالب، جنگ‌ها و تلفات چند برابر شده است و همچنین اکثر زندانیان رها شده طالب دوباره به صحنه جنگ رفتند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه در مراسم گرامی داشت از محمد باقر محقق، فرزند محمد محقق، از رهبران سیاسی افغانستان که یک سال قبل کشته شد، گفت که زندانیان طالب در برابر تعهد به کاهش خشونت و پیشرفت در گفتگوهای صلح رها شدند، ولی طالبان به این تعهدات عمل نکرده و هر روز خواسته های نو را با عنوان پیش شرط در گفتگوهای صلح مطرح می کنند. بعد از توافق صلح امریکا و طالبان، دولت افغانستان باید 5000 زندانی را رها می کرد، ولی کابل اعلام کرد که 400 زندانی خطرناک در فهرست این 5000 زندانی قرار دارند که دولت قادر به رهایی آنان نیست، اما در نهایت با فشار امریکا مجبور به رهایی آنها نیست شد. بارها مقامات افغانستان مدعی شدند که زندانیان آزاد شده گروه طالبان به میدان جنگ برگشتند، اما گروه طالبان این ادعا را رد کرده و مدعی شده که این زندانیان به خانه هایشان بازگشتند و شماری از آنها از سوی نیروهای امنیتی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شدند. آقای دانش با اشاره به این که مذاکرات صلح افغانستان با بنبست مواجه شده، گفت که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود راجع به گفتگوهای صلح عمل نکردند. این مقام حکومت افغانستان گفت گروه طالبان هر روز به اعمال تروریستی و کشتار مردم افغانستان دست می‌زنند و نمایندگانشان در قطر نیز میز مذاکرات صلح را برای سفرهای منطقه‌ای و برنامه‌های انعرافی دیگر ترک کرده‌اند. قبل از این عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته بود که هنوز ارتباط هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در دوحه قطع نشده، اما او گفته بود که بنبست نسبی و موقتی در این مذاکرات ایجاد شده است. طالبان بیشتر از دو هفته است که پشت میز مذاکره در دوحه حاضر نشدند. اخیراً این گروه گفت که در نظر دارد مذاکرات صلح را از سر گیرند. طالبان مشروعیت دینی جنگ را از دست داد. عدم حضور گروه طالبان در مذاکرات صلح باعث شده که شماره از اعضای هیئت دولت افغانستان به کابل برگردند. رسول طالب از اعضای تیم مذاکره کننده افغانستان در نشست جنگ صلح مدعی شده که دولت مشروعیت دینی جنگ را از طالبان گرفته و ادامه جنگ بدون توجیه دینی طالبان را به جنگجوی غیر مسئول تبدیل می کند. او افزوده که ما از آیت گروه طالبان خواستیم که بر اساس قرآن و سنت نبوی بحث کنند که جنگ جاری در افغانستان حرام است یا حلال، اما طالبان حاضر نشدند در این مورد صحبت کنند. او همچنین گفته که شرایط افغانستان و جهان و توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان هزینه جنگ را برای طالبان سنگین و گزاف کرده است.
او توضیح داده است که اگر نیروهای خارجی پس از مایمه از افغانستان بیرون نشوند، طالبان با دو گزینه روبرو خواهند شد. یکی پذیرش حضور نیروهای خارجی در کشور، دوم ادامه جنگ در برابر آنان که انتخاب هر کدام برای طالبان دشوار است. او همچنین گفته که شرایط افغانستان و جهان و توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان هزینه جنگ را برای طالبان سنگین و گزاف کرده است. او توضیح داده که اگر نیروهای خارجی پس از مایمی از افغانستان بیرون نشوند، طالبان با دو گزینه روبرو خواهند شد. یکی پذیرش حضور نیروهای خارجی در کشور، دوم ادامه جنگ در برابر آنان که انتخاب هر کدام برای طالبان دشوار خواهد بود. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون رښتینی غږ. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار آغاز شادابی. نمای صورتم اذیتم میکنه، ای که یک چشمم نیست ای اذیتم نمیکنه. از خیلی من چون از سابق قرم قوی تر هستم و مسئله عشق و عشقی خود در بین نبود. نه من 15 سالم بود تا دا طفل بودم دیگه. یکان شوخی رو بله. من وقتی که میرفتم طرف سیمینار قرار بود بر من دریور گارد بتا. خب گفتم همی آدم من هم میخوایم ایکس هست بنشو. یا اصلا حیفه که من بگویم اکساس بدم. همو دردا و رنجایی که کشیدم باید شده که زیبایی شده قدر صدمی زیاد ندیده. تشکر. لبخند ملی دارین. میگه محبت گر شود پیدا و هر قیمت خریدارم و یک لبخند زیبایت فروشم زندگانی رو. تشکر از زنده باش شما لست داره. نمای صورتم اذیتم میکنه، ای که یک چشمم نیست ای اذیتم نمیکنه. از خیلی من چون از سابق قرم قوی تر هستم و از درون دلم خدا خبر داره و در لبخواهیم ولی خنده است. یعنی من خودم میفهم که من چی میگه. میگه نشک بر چشمان من طوفان غم دارد ولی خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من. از جناب صابر ناصری من تشکر میکنم، مسئول دفتر روابط افغان امریکا. این زمینه رو بر من برابر کردن، به نهایت تشکر. یادم میاد سر صفحه استاد بود و پاش افتادم، گفته بیا زندگی ما رو بخاطر تو تعالانم خراب نکن. باید خودشم برنامه رو ببینم یادش بیاید. و حتی بچگه که خوردم همیشه میفت مادر، او وقت 3.5 سالش بود، میگفت مادر من خب میدم از لای دروازه که تلالت میکرد جایی که کسایی که اونا را کار دادن و شرکتی که کار میکردن شرکت های بزرگ افغانستان بود، شرکت های مخابراتی بود. سن 15 ساله بودم ازدواج کردم. هم ز خدا خسته و درمانده نباشی، محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی. ای دوست الهی در این عالم استی، سر زنده بمانی و سرفگنده نباشی. خوش آمدین. یکی از آرزوهایم بود که امروز شما ملاقات کنم و همی که میگن خواستن توانستن است، همین درست است واقعا. چی نوع ملایمات تجربه کردین؟ چی باعث شد که آمدین با امریکا؟ تقدیر قسمت امروز در بله. کنار ما شما را قرار داد که یکی از آرزوهای من بود که زنای نخبه را که به پارلمان افغانستان را پیدا کردن ببینم. و معذرت، ما نمیخوایم به مردا توهین کنم ولی خب بعضی متاسفانه بعضی همین رقم هستن که نگذار روزگارشون خوب میشه، باز پشت خانم دیگه و یک هواشون پیدا میشه. شما خودمانی است؟ مستقیم نمیتونیم بگویم کل مردا همین رقم است. ایاش ما کاندید پارلمان بودم، بعد شد که با پارلمان بره جدا شده، مد المپیک کار میکردم. اونا حمایت نکردن ولی من استادگی خود کردم. پیش میرفتن کار باعث شد که من مستحکم تر شوم و با یک قدرت خاصی من استاد شوم. هنوز اولش که سفر دنباله داره. بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. و
بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک.